و بینندگان اندیشه، خوشحالم که با شما هستم در چنین روزهایی که برای من خیلی عزیزه. انقلاب مشروطیت جایگاه خاصی داره که به خصوص پس از انقلاب اسلامی ارزش و اعتبار او، این انقلاب، اون انقلاب بیشتر روشن میشه. خب این در حقیقت تفاوت شما بحث از انقلاب اسلامی کردید. البته ما محبت کردین شما یه فیلم مستند برای ما فرستادید. من این فیلم رو تماشا کردم. فیلم یه مقدار طولانی است برای برنامه، حدود 20 دقیقه، ولی واقعا دلم نیومد که این فیلم رو قطعش بکنم، برای اینکه خیلی زیبا و به زبان ساده با تصویر در حقیقت یک تاریخی رو، تحولات در حقیقت طولانی یک تاریخی رو در عرض 20 دقیقه اینجا مستندکاری میکنه و من دلم نیومد. این کار سکولار دموکرات هاست. به خیلی خوب، امتیاز هم بهشون میدم. امتیاز میدیم به سکولار دموکرات ها. گام مثبتی هستش، برای اینکه برای هر کسی که علاقمند هستش به تحولات تاریخی، به خصوص این جریان مشروطیت، همیشه جریانی بوده که بسیاری از علاقمندان به تاریخ، یعنی بسیاری از مردم علاقمند هستن که ببینن واقعا چه اتفاقی در این دوره مشروطیت به وقوع پیوست و چه تأثیراتی داشت. همیشه شما میرید دنبال کتاب ها، مقدار کتاب ها به قول امریکایی ها بورینگ هستن، یا زبان یه مقدار زبان اکادمیک علمیه یا پیچیده است، ولی این فیلم رو که تماشا میکنید خیلی زبان ساده است و خیلی روشن و شفاف در حقیقت مسائل رو مطرح میکنه. پس بنابراین در طول این برنامه یه جایی ما تلاش میکنیم که این فیلم رو در دو قسمت پخش بکنیم. یه قسمتش پخش میکنیم، در موردش صحبت میکنیم و بعد بخش دومش رو پخش میکنیم. اما شما در رابطه با، به نظر اومد که انقلاب مشروطه رو با انقلاب اسلامی مقایسه کردید و گفتید که در مقایسه با انقلاب اسلامی، این انقلاب مشروطیت یا مشروطه برای شما یه شاخصیت خاصی پیدا میکنه. توضیح بدید. من بهتر قبل از این که تفاوتی که بین انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی وجود داره رو راجبش صحبت کنم، فکر میکنم که بهتر یه مقدار راجب خود انقلاب مشروطه. انقلاب مشروطه خیلی در موردش نوشته شده، به خصوص پس از انقلاب، چون قبل از انقلاب یه عده‌ای اکراه داشتن راجع به مشروطه حتی حرف بزنن. بیشتر چپی‌ها و برخی از نویسندگان فکر می‌کردن که خب انقلاب مشروطه خب یه انقلاب سلطنتیه. ولی آنچه که انقلاب مشروطه بود به نظر من همون رنسانسی بود که در اروپا، اون نوزاییه که در اروپا به وجود اومد و حالا با 300 سال تأخیر به خاطر عقب افتادگی ما، عقب افتادگی که در اون زمان وجود داشت، آمد به سرزمین ما. یعنی در سرزمین ما یش با ابعاد کوچکتر و در واقع مشکلاتی که وجود داشت، اما همون رنسانس و همون نوزایی رو در سرزمین ما به وجود آورد. یعنی در واقع در 300 سال قبل از اون، بین 1300 تا 1500 میلادی که اروپا داشت همینطور جون میگرفت و از قرون قرنهای سیاهی که کلیسا بر مردم اروپا تحمیل کرده بود داشت فرار میکرد، ما در یا گرفتار مغول بودیم یا گرفتار آل مظفر بودیم، که خیلی قشنگ حافظ راجبش صحبت میکنه در اون دوره رو که پنهان خورید باده که تعزیز میکند، یه چیزی شبیه امروز، این روز ایران. و بعد از این مسئله که ما گرفتار صفویه شدیم، دوران صفویه دورانی بود که اگر خیلی از خرابی ها رو آباد کرد، یه شکل شیکی به اون هرج و مرج اون پس از حمله اعراب تا اون موقع داد، ولی از یک طرف هم شوک دیگری بعد از حمله اعراب بر ما وارد شد. شوک اول ما رو کشت،
نابود کرد، سوزاند که بیاین مسلمان بشید. شوک دوم صفویه همون کارها رو کرد که بیاین تشیع رو قبول کنیم. بعد هم که دیگه ما تا انقلاب صنعتی پیش آمد و انقلاب فرانسه و غیر و غیره، ما گرفتار دوران سیاه قاجاریه شدیم. رنسانسی که در خاورمیانه به نظر من اتفاق افتاد همین مشروطه بود، همین انقلاب مشروطه بود، نوزایی بود. یعنی تمام خواستهایی که در انقلاب در رنسانس اروپا وجود داشت، همونها رو ما میبینیم که پشت خواست انقلاب مشروطیته. یعنی توجه به خردمداری، توجه به جدایی مذهب از حکومت، فرار از، البته میگم با یک تغییراتی، فرار از استبداد و چیزهای مختلفی که هم جنبه های سیاسی و هم جنبه های فرهنگی داشت. اما مشکل قضیه اینه که تفاوت ما با اروپایی‌ها این بود که اونها دوران سیاهشون که میگن دوران سیاه، یعنی کلیسا مظهر دانش بود، علم بود، معماری، همه چیزهایی که در اون موقع بود، هنر در کلیسا اهمیت داشت. ولی ما روحانیات ما که ما قرار بود با اونها بجنگیم، مثل اروپا که با کلیسا میجنگیدن، روحانیت ما روحانیتی بود که اصلا بوی از هیچ کدوم از اون چیزهایی که هنر و معماری و امروز این چیزها نبرده بود. و خب ما اینجا بعد با هم میتونیم صحبت کنیم، ببینیم مقدار اگر متوجه. خواهش میکنم وسط حرف من هر چقدر دلتون میخواد. نه نه، شما بحثتون تموم کنید. نه بحثتون تموم کنید که من چون من بعدش در جای دیگه توضیح میدم که تفاوت انقلاب این دو تا انقلاب چی بود. خب دارین توضیح میدین الان. آها بگم. داشتید توضیح میدادید. تفاوت تفاوت انقلاب اسلامی رو دارید میگید؟ با مشروطه؟ نه نه، بذارید همون بخش اول رو ما یه مقدار مشروطه رو رنسانس ایرانی میدونم. بله، روی این بحثی که شما مطرح کردید، یعنی یه قیاسی کردید بین جنبش مشروطه یا انقلاب مشروطه و رنسانس اروپا، قرن روشنگری، و اینها رو در حقیقت در یک مقیاس با هم قرار دادید. یعنی گفتید آنچه که در اروپا به وجود اومد، به تحول یافت، همون رو در حقیقت مستاقش رو جنبش مشروطه میدونید. من این مقدار با شما اختلاف نظر دارم، به خاطر اینکه در اروپا در حقیقت تحولات همسویه ساختار شکنی رخ داد که این تحولات بیشترین و مهمترین و اساسی ترینش در حقیقت بنیاد فکری و اندیشگی داشت، و در کنار تحولات اقتصادی ساختار شکن و تحولات سیاسی، ما اگر به جنبه فرهنگیش فقط نگاه بکنیم، ما نهضت روشن فکران رو میبینیم، یک نهضت علمی بسیار شاخص و تکان دهنده رو میبینیم، حضور فیلسوفان، نویسندگان و روشنفکرانی رو میبینیم که این روشنفکران در حقیقت حتی خدا رو به زیر سوال میبرند، کسانی مثل دکارت، و در حقیقت بنیاد تفکر آن زمان رو که تحت تأثیر خرافات کلیسایی بود و تحت تأثیر خرافات قرون وسطایی بود رو دگرگون میکنن و در حقیقت یک تحولات بنیادی ساختار شکن در اروپا به وجود میاد که توامان هستش با ضعف کلیسا، یعنی در حقیقت تضعیف کلیسا و سکولاریزم. مثلا ما در حقیقت گالیله رو داریم که فیزیک رو سکولار میکنه، ما فیزیکدانانی داریم که تمام دنیا و یونیورس رو به زیر سوال میبرن، ما مردمی رو داریم در قرون وسطا، در قرن 16 هم در اروپا، که نصف این مردم به خصوص انگلیس یا اروپا با سواد هستند. اینها کتابخوانی و یادگیری و علم رو توجیه میکنن، ولی در زمان انقلاب مشروطه 1%، 99% از مردم ایران بی سواد بودند. انقلاب مشروطه بنیاد و نهضت در حقیقت حرکتش، درسته که روشنفکران و تجددخواهانی بودند که خواهان الگوسازی و الگوبرداری آنچه در اروپا
به وقوع پیوسته در ایران بودن. حتی خود ناصرالدین شاه وقتی به سفر میره و برمیگرده، تمام این وزرا و نمیدونم علما رو دور خودش جمع میکنه، میگه در حقیقت امتیازاتی که اروپا داره یا رونقی که اروپا داره به خاطر قانونمندیش هستش و ما باید قانون داشته باشیم. پس بنابراین عده‌ای بودن در ایران که دنبال تجدد خواهی و غرب، یعنی در حقیقت الگوبرداری از تحولات غرب بودن، ولی وقتی نگاه بکنید میبینید که پیروزی انقلاب مشروطه به خاطر رهبری مستقیم و غیر مستقیم روحانیان هست. یعنی مردمی که میان توی، البته نه اینکه روحانیت بخواد که مشروطه رو بخوان، ولی ما در حقیقت شیخ خراسانی رو داریم، ما تهرانی رو داریم، ما لاهیجی رو داریم که از نجف مردم رو دعوت به قیام برای مشروطیت میکنه. اجازه بدید اولا ببخشید اولا. یعنی ما میخوام یه جنبه های دیگه شو من دارم میگم، نه اینکه اولا من توضیح دادم که رنسانس یا نوزایی فرهنگی سیاسی همونطور که در غرب بوده در محدوده کوچکتر و تنگتر، یعنی حتی مثال زدم که به چه دلیلی ما به دلیل عقب افتادگی، اما خواستی که پشت رنسانس اروپا بود همون خواست در میان ما بود. نه. اون چی که ما تفاوت داریم، بله درصد بیسوادی ما با اونا قابل مقایسه نبود، ولی همون معدود، یعنی شما وقتی مثلا نوشتهای آخوندزاده رو نگاه میکنید میبینید این همون نگاهو داره که اونها داشتن و درست به عکس. تفاوت بین مشروطه، یعنی روحانیون که در کلیسا بودن، یعنی روحانیونی که کشیش‌های بزرگ کلیسایی، با روحانیت ایران در این بود که اونها نقش عمده‌ای در رنسانس داشتن. یعنی شکل‌گیری رنسانس در واقع با همت و همراهی اونها اتفاق انجام شد، در حالی که در ایران این روحانیت بود که مقابل خواستهای مشروطیت ایستاد، اون رو خفه کرد و کاری کرد که به روزی افتاد که وقتی که اولین مجلس تشکیل میشه، یکی از خواستهای انقلاب مشروطیت آزادی زنها بود و زنها راه پیدا نکردن. شما مقایسه کنید، حتی در مقایسه اکنون ایران، زنانی که 300 تا زن اسلحه به دوش بلند میشن میرن مجلس، از مجلسیان میخوان که به حرف که خودشون رو از زیر بار فشار روس‌ها و انگلیس‌ها بیارن بیرون و استقلال ایران رو حفظ کنن. اصلا قابل مقایسه نیست. الان 300 تا زن بلند نمیشن برن در مجلس اسلامی این کارو بکنن. بله. من اصلا من که در اون موقع همه این تظاهراتی هم که الان میشه که روحانیت این کار کرد، نه، روحانیت تمام تلاششون این بود که جلوی خواستهای مشروطیت رو بگیره. بله، من ببینید دلم نمیخواد یه دفعه سوء تفاهم پیش بیاد. خواست در حقیقت روحانیون این نبودش که ما دموکراسی داشته باشیم، مشروطه داشته باشیم، آزادی داشته باشیم. درست. مسئله من این هستش و مسئله زنان بسیار شاخصه. مسئله زنان رو بحث میکنیم در برنامه، نخواستم قاطی بکنم. نقش زنان ایران در اون زمان واقعا یک نقش ویژه و رقیقت شگفت‌انگیزیه. یعنی وقتی شما میبینید این زنان در لباس مردانه میرن به سربازی و میرن به مبارزه. یادم انداختید ستارخان میره به یکی از این سربازا میگه که تو سرباز برجسته‌ای هستی و دلم نمیخواد بمیری، بذار مداوات بکنن. در گوش ستارخان میگه من زنم، لباس مردان. حالا اونو بعد بحث میکنیم. نه، من ببینید به یه مسئله من میخوام اینجا توجه بکنیم و اون ریشه های بنیادی در حقیقت اندیشگی جامعه ایرانه. واقعیت این هستش که حتی زنان که به خیابان آمدن، اینها تابع دستورات روحانیون بودن. یعنی با اتکا به اوایل جنبش مشروطیت. بله؟ بله؟ ما داریم به هر حال، ما به قسمتش که نمیخوایم مخفول نگه داریم، ما میخوایم مسئله رو همجور که اتفاق افتاده بحث بکنیم، چه اول و آخر نداری. مسئله در حقیقت ذهنیت
جامعه ایرانی در همون ابتدای مشروطیت رو ما داریم مسئله رو بحث میکنیم ده. که اصلا به طور کلی وقتی که این آغاز شد زنان با اتکا به حمایت روحانیون و دعوت روحانیون آمدن و حمایت از تجار که در حقیقت حالا این فیلم رو هم پخش میکنیم آمدن. من بحثم این هستش که نقش نفوذی، روانشناسی نفوذی روحانیون در جامعه بسیار بود. حتی وقتی میگن مجلس ملی، ملی به مفهوم در همون زمان به قول آقای آژدانی ملی به مفهوم در حقیقت شریعته، قانون به مفهوم شرعی است. وقتی که در همون در حقیقت مبادلات دوران مشروطه این مباحث پیش میگیره، یعنی ما نمیخوایم، من بحثم این هستش که اتفاقی که افتاد در دوران مشروطیت روشنفکران ما، تجددخواهان ما همون اشتباهی رو کردن. حالا برمیگردیم به شما، پاسخ سوال دوم منو بدید. همون اشتباهی رو کردن که در انقلاب اسلامی کردن، یعنی تمام خواستها و در حقیقت اهداف خودشون رو گره زدن با پیوند به روحانیت به خاطر حمایت روحانیون در مقابله با دولت و دربار. همین کار رو در 57 کردن. حالا شما مقایسه می‌خواستید پاسخ بدید، بفرمایید. نه، من چنین نمی‌بینم. اولا بله، اوایل یعنی بعد از یعنی حدود 24-5 سال قبل از پیروزی انقلاب مشروطیت، بسیاری از مواقع روحانیت زنها رو به عنوان نمیدونم انقلاب تنباکو یا جنبش تنباکو هرچی میکشیدن، و اون هم برای منافع خاصی بود که داشتن، حالا یا با انگلیس میساختن یا با روسا میساختن. ولی زنها اتفاقا سریع تونستن خودشونو بکشن بیرون و بیان، چون قرار بر این بود که زنها برن دنبال آخوندها که وقتی اینها رو صدا میکنن برن قلیون نکشن، نمیدونم قند کم بخورن از این کارها. ولی کم کم زنها اومدن جدا شدن از این. یعنی ما یهو میبینیم درست ده سال قبل از جنبش پیروزی انقلاب مشروطیت، یهو میبینیم که ده ها انجمن خانگی یا سری زنان تشکیل میشه. اینا اتفاقا دنبال آخوند نبودن، اینا دنبال آموزشی بودن که آخوندها معتقد بودن زنها نباید آموزش داشته باشن. حالا به بی‌حجابی و اینا نرسیده بود، ولی اینها آموزش میخواستن داشته باشن. من هیچ اعتقادی ندارم این جنجالی رو که در ارتباط با اینکه بله نقش داشتن در انقلاب مشروطیت، نقش مخرب داشتن و برخیشون هم بودن که همونا رو بهشون میگفتن مشروطه‌خواها، یعنی کسانی بودن که اتفاقا دنبال اون مسئله که آخوند به معنای روحانیتی که در ایران بود برای زنها نمیخواست. اما مهمترین مسئله‌ای رو که به نظر من وجود داره در این میون اینه که ما ببینیم چقدر اینها کمک کردن. یعنی شما میگین که به هیچ جا نرسیدن، میگین روشنفکران ما با اینا رفتن. نه، اتفاقا اینجوری نبود. اتفاقا روشنفکران ما باختن، به خاطر اینکه ما دو مورد داشتیم. غرب بیشتر مسئله فرهنگی بود براش، ما مسئله سیاسی هم داشتیم. یعنی انقلاب مشروطیت دو بال داشت، یه بال سیاسی بود یه بال فرهنگی بود. هم میخواست که از استبداد نجات پیدا کنه، صاحب قانون بشه، صاحب مجلس بشه، انتخابات کنه، چیزهایی که برای سیاسی بود، و هم میخواست که مسائل فرهنگی رو بهش برسه. شباهت مهمی که انقلاب مشروطه با انقلاب با رنسانس داشت، یعنی این دو رو من میگم هر دو آغاز رنسانس بودن، این بود که هم در غرب هم در ایران اینها بازگشت کردن به دوران قبل از دوران سیاه خودشون. اونا انقلاب دوران قرون وسطای اونا خب فرق داره همزمانی با ما، ولی هر دو برگشتن به دوران باستان، یعنی به ریشه های خودشون، برای اینکه انقدر فشار روشون بود که میدیدن تفاوت ها رو میدیدن قرن ها پیش
برای خودشون چیزی بودن و اکنون هیچ چیز نیستن. اونها از یه طرف فکر میکردن که اگر برگردن به دوران گذشته، رنسانس اروپایی رو میگم، به خردمداری برمیگردن. کلیسا این خردمداری رو از اونها گرفته بود. ایرانی ها هم دقیقا اینو، فقط تفاوت بین تعداد بود. یعنی ما مثل الان نسبت ما در مورد باسوادی، در مورد آموزش، علم، همه چی به نسبت قبل، همون نسبت اون موقع هم وجود داشت، خیلی هم بیشتر، اصلا قابل مقایسه با الان هم نیست. و من فکر میکنم که این بازگشت به گذشته کمک کرد که مردمی روشن فکرانی، این همه شعرهایی که در اون دوران وجود داره نشون میده که چگونه حسرت گذشته ای رو میخوردن که هنوز مسلمان نشده بودن. یعنی مسئله رویارویی با مذهب هم همونقدر که در رنسانس اروپا وجود داشت، در رنسانس ایرانی هم در کدوم مقطع شما میتونید یک مثال بزنید که در دوران مشروطیت یه جنبشی در رابطه با رویارویی با مذهب اتفاق؟ نه جنبش نه، یا حتی اصلا به طور کلی یک جنبش رویارویی با مذهب بود؟ نه، یعنی اصلا من معتقد نیستم. خود جنبش رویارویی با مذهب نبود، رویارویی با حکومت سلطنتی همایونی بود. جنبش در حقیقت جنبش مشروطه، البته میگم من نظرم میگم، دوستانم میتونن زنگ بزنن، جنبش مشروطه، اساس جنبش مشروطه در حقیقت تقابل با دولت در حقیقت سلطنتی بود، با شاه بود، با سلطنت بود، با امتیازاتی که سلطنت داشت. و روحانیون و مردم و روشنفکران، سه گروه اصلی، یعنی تجار و روحانیون و تجددخواهان، با پیوند و در حقیقت مشارکت همدیگه در تقابل با این داستان واسدن، نه در مقابل مذهب. خانم ساعد، روحانیت که درست برادر خوانده حکومت قاجار بود، تمام شاهانی که تا زمان انقلاب مشروطه آمدن همشون در واقع دست نشانده های روحانیت بودن. درسته، در زمان قاجار اتفاقا روحانیت در زمان قاجار قدرت میگیره، نفوذ بیشتری پیدا میکنه، یک حکومت سایه میشه در کنار قاجار. بحثی درش نیست، بحثی درش نیست، ولی به خاطر دلایل دیگه‌ای وجود داشت. مخالف بودن با مجلس، مخالف بودن روحانیون، به خاطر اینکه مجلس اونها رو، یعنی قدرت رو از اونها میگرفت و میداد به دست مردم، مردمی که انتخاب میکردن، این رو نمیخواست. الان ما بعد از چند سال بعد از مشروطیت، یعنی 100 خورده سال، شما فکر کنین درست همون وضعیت رو ما الان داریم. یعنی مردم، روحانیت نمیخواد که قدرت رو بده دست مردم، میخواد قدرت رو خودش داشته باشه، هم رهبر رو داشته باشه، هم شورای مصلحت رو داشته باشه. همون ماجرا تکرار میشه. یعنی هرگز مذهب در ایران، مذهب چه قبل از صفویه تسنن و چه بعد از صفویه تشیع، هرگز نمیخواستن که، یعنی این در ذاتشونه که نمیخوان قدرت رو دست مردم بدن. مردم براشون یک، حتی در قانون اساسی مسئله مردم توی کار نیستش. تو قانون اساسی مشروطه میگن که در حقیقت مردم در برابر قوانین دولتی متساوی الحقوق هستن، ولی صحبتی از ملت نیست. روحانیت هم اینجا نباید ما یک پارچه و واحد در حقیقت تعریف کنیم. بین روحانیون گروه ها و دسته های فکری متفاوتی گوناگونی در دوران مشروطیت بودن. چند جبهه بودن، جبهه در حقیقت شیخ فضل الله نوری که مشروع خواه بود، در حقیقت مبارزه میکرد با اون دسته از روحانیونی که طرفدار مشروطه بودن. اون دسته از روحانیون میخواستن که پادشاهی باشه، منتها قدرت و امتیازی نداشته باشه، مشروطه باشه، خودشون هم 5 تا آخوندی باشن که اونجا بتونن به تو بده. ببین، تفاوت اونها به نظر من تفاوت اصلاح طلب ها و اصولگرایان در این دوره است. همون تفاوت. اوکی. باور کنید. یعنی اونها آقای بهبهانی با آقای شیخ فضل الله نوری در حد روحانی و خامنه ای بود. یعنی هیچ نوع چیزی از یعنی هیچ گونه تفاوت بنیادی نداره. نه.
تفاوت بنیادی ندارن، اما تفاوت ظاهری داشتن. یعنی یکیشون مثل روحانی عقلش به این میرسه که باید مثلا با جهان امروز یه سلام علیکی کنه، یکیشون اصلا مغزش برای این مسئله کار نمیکنه. در اون زمانم درست همین بود، یکی میگفتش که همین است جز این نیست، یکی میگفت نه ما میتونیم مثلا کوتاه بیایم این کارو بکنیم، ولی در اصل تفاوتی با هم نداشتن. خب شما به این پاسخ این سوال من رو که علت این که فرزن سه مجتهد بزرگ نجف نشین به مردم رو برای قیام مشروطه تشویق میکنن و از اونها فتوا میدن که بیان تو خیابونها بریزن و برای مشروطه مبارزه بکنن چه هست؟ ببینین در اون موقع مسئله روسیه از یک طرف، انگلیس از یک طرف، ایران رو میکشیدن و میمکیدن شیرش رو، همه این دو گروه بودن. و روحانیت هم دقیقاً وقتی که میخواست یک مسئله رو مطرح بکنه، به من خیلی دلم میخواست اینا اتفاقا همون آقای آجودانی رو مثال زدید، یکی از بهترین کتاب ها رو ایشون نوشتن. اینها بسیار نوشته شده که چرا چه منافعی در اون موقع آخوندها داشتن که مردمان رو میخواستن وادار بکنن به تظاهرات و غیره. من تمام بحث که دلم میخواست انجام بشه امروز بیشتر رو جنبه‌های اثرات فرهنگی که انقلاب مشروطیت برای ما آورد. چیزی که انقلاب مشروطیت برای ما آورد و ادامه‌اش رو ما می‌بینیم تا زمان انقلاب اسلامی، من فکر می‌کنم اگر ما این زمان طولانی‌تر می‌شد ما می‌تونستیم ببینید مثلا آزادی زنان خیلی مسئله مهمی بوده، آزادی دانش، اینه که رضاشاه از قلب انقلاب مشروطه، فرزند خلف انقلاب مشروطه است، آمده چه چیزهایی رو میده به این مردم، وامیسته مقابله، یعنی به نوعی درست مذهب رسمی بوده ولی یک نوع سکولاریزم بوده در دوران رضاشاه، آمده دست ملاهای رو یا روحانیتی رو که قرنها وایستادن پشته به شاهان براشون مثل این عروسک های خمیشب بازی بودن، دست اونا رو کوتاه میکنه. بعد همینطور که ما داریم پیش میایم میبینیم همه چیز ما خواست انقلاب مشروطیت بوده که ما در واقع نگاه به غرب داشته باشیم، یعنی به تحولات جهانی، تحولات روزمره، و ما داشتیم میرفتیم. من فکر میکنم انقلاب اسلامی یک کود انقلاب نبوده، یک کودتای مخرب و خطرناک علیه انقلاب مشروطیت بود. خب این کودتایی بوده که درست ما رو از وسط رایی که داشتیم میرفتیم، خیلی ایرادهای زیادی ما میتونیم به دوران پهلوی داشته باشیم، اما ما مسیری رو که داشتیم میرفتیم مسیر درستی بود، یعنی مسیری رو میرفتیم که به نهایتش به دموکراسی و سکولاریزم مطرح میشد. ما البته میگم سکولاریزم نیمبندی داشتیم در اون زمان، ولی منتهی میشد به اون، و انقلاب اسلامی جلوی ما رو گرفت و ما رو در واقع اون با کودتایی که انجام داد ما رو برگردون به دوره قاجاریه. منتها اگر الان ما زنان ما ایستادن به خاطر همون دوران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامیه، وگرنه اگه ما قرار بود از اونجا حرکت کنیم و بیایم به همین جا برسیم که الان هستیم، همینم که الان هست نداریم. ببینید این مسئله انقلاب چیز رو که چند نکته اشاره کردید، به حال اون زمان روحانیون تندرو که حالا شما مقایسه دارید میکنید بین اصلاح طلب و این حرفا، کاری نداریم، به حال بین روحانیون یعنی انقلاب مشروطه سهم روحانیون رو در انقلاب مشروطه نمیشه اصلا نادیده گرفت، البته و سهم مثبتشون رو منظوره،
حالا انقلاب روحانیونتون رو که سردارشون و رهبرشون شیخ فضل الله نوری بود که توسط مجاهدین مشروط خاک برنده میشن و پیروز میشن به دار آویخته میشه، انقلاب 57 انتقام در حقیقت شکست اهداف مشروعیت خواهی بود که باز بر میگرده، یعنی احیا میشه. پس بنابراین با شما موافق هستم یک دوره ای رو ما طی میکنیم که این وسط دوران پهلوی است که میتونست رو به ترقی و پیشرفت و سازندگی و در حقیقت دموکراسی بره. در دوران رضا شاه اون خیلی از مخالفین رضا شاه میگن آزادی نبود، در صورت که خواست مشروطه خواهان در اون زمان آزادی نبود، در اون زمان استقلال و ثبات مملکت بود به خاطر هرج و مرج و در حقیقت بحران‌های سیاسی که وجود داشت. اول معتقد بودن باید مملکت ثبات و استقلال داشته باشه و بعداً به آزادی برسه و رضا شاه همون کاری رو کرد که اتفاقاً خواست مشروطه خواها بود در زمینه آموزش و در حقیقت گام‌های به سمت تحولات اقتصادی و اجتماعی هم ما می‌بینیم که در حقیقت گام‌های بلندی برام داره. حتی امروز مخالفان رضا شاه، مخالفانی که 40 سال پیش به او حمله می‌کردن، امروز او رو تایید می‌کنن و کتاب‌هایی نوشتن که می‌گویند حکومت 16 ساله رضا شاه و تحولاتی که در این مدت کوتاه به وقوع پیوست بسیار چشمگیر هستش. و بعدم که خب محمد رضا شاه پهلوی هم واقعا گام‌های بلندی از سمت اقتصادی و اینها برمی داره که باز متاسفانه ما در این زمان روشن فکران تاریک اندیشی داریم که در حقیقت تفکر اندیشمندانه یا خردگران نداشتن. اونها مخالفت داشتن با یک سیستمی و قادر نبودن که نقدی درست از تحولات جهانی و مناسبات اقتصادی اجتماعی و سیاسی دنیا بکنن. پس بنابراین حملات مکرر به رضا شاه به خاطر وابستگی اقتصادی و غیره و غیره، امروز ولی همونها دارن نقد میکنن که گام هایی که او برداشت، منظور محمد رضا شاه پهلوی، مهمترین و مثبتترین گام ها بود در جهت پیشرفت. حالا این تو دل بین این دو انقلاب اتفاق میفته و بعد متاسفانه از نظر تاریخی و سیاسی ما ببینیم که یک بازگشت داریم، همجور که شما اشاره کردین یه بازگشت داریم به سمت عقب و به سمت همون دوران قاجاری، یعنی زمانی که البته خب نمیتونیم بگیم که در حقیقت خب تحولاتی اتفاق افتاده، دنیا عوض شده، مناسبات دنیا، مکانیزم‌های ارتباطی اطلاعاتی، دانش مردم، ذهنیت در حقیقت نسل‌های مختلف، ولی از نظر سیاسی واقعا ما کجا بایستادیم؟ یک مجلسی داریم، بله این از پیامدهای دوران مشروطیت است، قانون داریم، بله از پیامدهای دوران مشروطیت است، ولی یه ولی فقیه داریم که اونجا قدرت تام داره. پس بنابراین چه تفاوتی می‌کنیم؟ نه بعد از نظر فرهنگی هم اینطور، یعنی اگر که ما این دوره پهلوی رو برداریم، یعنی از انقلاب مشروطه و تا انقلاب اسلامی رو برداریم، دوران قاجار رو وصل بکنیم به دوران ولای فقیه جمهوری اسلامی، در واقع اینها فرزند طبیعی اون دوره هستن، فرزند یعنی خلف شیخ فضل الله نوری هستن. بله همونن. یعنی ادامه بله جهان عوض شده، همه چی عوض شده، اینترنت رفته اونجا، همطور که اون در زمان قاجاریه نمیدونم ناصرالدین شاه میره اتومبیل میاره، دوربین رو میاره، فلان میاره، اینا هم این چیزها رو همه رو از غرب آوردن، ولی هم از نظر فکری، هم از نظر فرهنگی و هم از نظر سیاسی در دوران قاجاریه زندگی میکنن و فقط میلیون ها مردمی با اونا هستن که دارن در واقع یه ارثیه‌ای رو با خودشون میکشونن، همطور که در دوران از زمان حمله عرب تا زمان انقلاب مشروطیت مردمانی بودند که سینه به سینه فرهنگ ایران رو
اووردن با خودشون. الان هم این فرهنگ این دوره رو هم مردمان دوره ای رو این چندین سالی که گذشت میارن. هنوز میبینیم که بهترین نویسندگان باز مال همون دوره هستن، بهترین شعرا مال همون دوره هستن. یعنی الان خیلی جالبه شما لیست کتابا رو که نگاه کنین فروش میره، همه مال دوران پهلویه. خب ما همه چی داشتیم، درست آزادی مطبوعات آزادی هایی رو نداشتیم، ولی ما نمیتونه از غرب دور نبودیم، داشتیم با جهان متمدن پیش میرفتیم. خب دور بودنشو که دور بودنشو که خیلی خوش، خیلی من خوشحالم که شما انقدر خوشبین و مثبت هستین، منم یه مقدار باید یاد بگیرم انقدر. ولی ما با جهان متمدن هرگز نتونستیم پیش بریم، خیلی عقب موندیم، اما گام هایی رو برداشتیم، تلاش هایی رو کردیم، چالش هایی رو داشتیم. در رابطه با دوره رضا شاه که اشاره کردید، یکی از مهمترین اتفاقایی که تو دوره رضا شاه افتاد همون در حقیقت استقلال، یعنی قوه قضاییه و ایجاد دادگستری بود. بریم به میرزا دیگه. این فیلمه الان ما نیم ساعت فکر میکنم حدود 35 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اجازه بدید که به جای اینکه همه فیلم که 20 دقیقه است پخش بکنیم، بخش دومش که حاوی مطالب در حقیقت بیشتری هستش از آقای بهروز مشکینیار عزیز تو اتاق فرمان خواهش کنم. الان من از این آقای عزیز در حقیقت فرماندار و رهبر اتاق فرمان بسیار بسیار نازنین سپاسگزارم. بعضی اوقات در برنامه فراموش میکنم که ازشون سپاسگزاری بکنم، همراه و یار بسیار گرامی ما در پخش این برنامه، ازشون خواهش میکنم که ما هر وقت بخش... ایشون هستن خیالم راحته. آره خیال ما همیشه میگم آقای مشکینیار نور برای من درست کن. بخش دوم شما ببینیم حدود 9 دقیقه است و بعد توضیحات در این زمینه میدیم و بعد یه فیلم کوتاه هم در رابطه با جنبش زنان در اون زمان داریم و دیگه مباحث رو ادامه خواهیم داد. فشار گرانی ناشی از زیادخواهی بیگانگان عامه مردم را به سطوح آورده بود. دولت فکر میکرد با به راه انداختن آنچه که در ایران امروز سازمان تعزیرات حکومتی خوانده میشود، میتواند با فشار سرنیزه نوسانات عرضه، تقاضا و قیمتها را به کنترل خود درآورد. به زودی علاءالدوله حاکم تهران با اشاره عین‌الدوله یکی دو تن از تجار قند را به بهانه اینکه قند را گران می‌فروشند به چوب فلک برد. این عمل کبریتی بود که به بشکه باروت افتاد. با توجه به رابطه سنتی بازار و علما، حد که حرمت تجار به بسته شدن بازار و پشتیبانی علما از آنها منجر شد. بحث نشینی در مسجد شاه شروع شد. حمله نیروهای دولتی به مسجد و کشته شدن چند نفر به شدت بحران افزودند. موج عظیم برخاست. از یک سو علما به پشتیبانی تجار و کسبه بحث نشینی را به صحن عبدالعظیم و قوم گسترش دادند و از دیگر سو جمعیتی بالغ بر 15,000 نفر از ترس سرکوب خشن حکومت در باغ سفارت انگلیس متحسن شدند. بازارها بسته، مردم در التهاب و حکومت درمانده بود. در دو اردوگاه بحث نشینان دو گفتمان به ظاهر مشابه و
ولی در عمق متضاد جریان داشت. بستی های اماکن مذهبی فقط حول و حوش تشکیل عدالتخانه بحث میکردن، در حالی که متحسنین از قانون اساسی یا کنستیتوسیون، دارالشورا یا همان مجلس شورای ملی سخن به میان می‌آوردن. کرسی خطابه در میان متحسنین در کنار شام و نهار مجانی تهیه شده توسط تجار زخم‌دیده به یک مدرسه باز علوم سیاسی تبدیل گشته بود. آنچه در بیش از 3 دهه در افکار و نوشته‌های منورالفکرها و اروپا دیده‌ها مطرح بود، اینک به منصه ظهور نزدیک می‌شد. در این کشاکش حکومت تسلیم شد. علاءالدوله از حاکمیت تهران بر کنار و موقعیت این دوله نیز به شدت متزلزل گشت. در نهایت مظفرالدین شاه در ماه آگست 1906 یا همان 14 مرداد 1285 شمسی مجبور به امضای فرمان مشروطه شد. بسنشینان و متحسنین پیروزمندانه شهر را چراغانی و جشن ملی را برگزار کردند. در میدان روشنفکری ده‌ها نشریه فرصت ظهور یافتند. ندای وطن، سور اسرافیل، ثریا، عدالت، پرورش و که نویسندگانشان بر اساس ارزش‌هایی که امروزه مدرنیته خوانده می شود قلم می زدن. به فاصله چند ماه محمد علی شاه دومین پادشاه مشروطه شد، اما میل به قدرت مطلقه و نیز افرادگرایی کوشندگان مشروطه در حمله به سلطنت و روحانیت شاه جدید را به مخالفت با مشروطه کشند. او با همکاری روسا و فرماندهی لیاخوف در سال 1907 مجلس را به توپ بستند تا اساس مشروطه را منهدم کنند. در پی چنین حمله‌ای بسیاری از مشروطه خواهان را در قل و زنجی به اسارتگاه باغ شاه برده و با مرگی دلخراش همراه با شکنجه پرونده زندگی آنها را بست. اما در فاصله به توپ بستن مجلس در سال 1907 تا فتح تهران از سوی مجاهدین مشروطه در سال 1909 ایران دورانی پرتلاطم را از سر گذراند. نخستین کانون مقابله با آنچه به استبداد صغیر مشهور شد انجمن تبریز بود. نقش انجمن تبریز در بازیافت مشروطه غیر قابل انکار است. جانفشانی های امثال ستارخان، باقرخان، علی موسیو و حاجلی دوافروش راه را بر هماهنگی دو کانون دیگر یعنی سردار اسد بختیاری از قلب ایران و محمد ولی خان تنکابونی معروف به سپهدار اعظم از خطه شمال گشود. با همت این سه کانون اساسی یعنی آذربایجان، خطه شمال و ایل بختیاری، تهران در سال 1909 فتح شد. محمد علی شاه به سفارت روس پناه و مجاهدین مشروط طلب فضل الله نوری شیخ مشروع خواه را به دار آویختند، همون که 50 سال پیش
جلال آل احمد پیکر او بر فراز دار را پرچم تسلیم ملت به مغرب زمین خواند. بدینسان گزافه‌گویی نیست اگر بگوییم که دعوای مشروط طلبان و مشروع خواهان دعوای امروز ما نیست هست، دعوایی که عاقبت در 1357 به پیروزی مشروع خواهان انجامید و آنها موفق شدند مشروطیتی را که در طی چند سال به دست استبداد و ارتجاع به سکرات مرگ دچار شده بود تیرباران کنند. بله، این بخش اتفاقا خیلی گویا بود، نشون میده که به طور کلی حضور مردم در صحنه مبارزات بیشتر جنبه اقتصادی، فقر، بحران در حقیقت اجتماعی داشت تا جنبه سیاسی. همجور که دیدیم در این بخش در حقیقت به فرمان عین‌الدوله یکی از تجار رو به فلک میکشن و این باعث در حقیقت طغیان عمومی میشه. روحانیون از کسبه و تجار دفاع میکنن، در حقیقت بست نشینی شروع میشه، هجرت صغیر هست و هجرت کبیر هست و این بحران ها باعث میشه که به هر حال مظفرالدین شاه امضا بکنه فرمان مشروطیت رو. و بعد هم دیدیم که استبداد صغیر یعنی دوران محمد علی شاه هستش که مجلس رو به توپ میبنده، ولی مبارزات مجاهدین مشروطه که بیشتر انجمن تبریز نقش بارز و شاخصی داشته و ستارخان و باقرخان در این زمینه با پیوند با ایل بختیاری در حقیقت به بازیافت مشروطیت کمک میکنه. در این زمان تو این بحثی که اینجا شد متاسفانه نقش زنان رو اینجا نمیگه، اتفاقا در همین بحره مبارزات در حقیقت مجاهدین مشروطه زنان نقش بسیار بسیار شاخصی داشتن، به خصوص در همون تبریز. خانم شکو شما به این اشاره کنید، نقش زینب پاشا نقش بسیاری از زنان میجا این ویدیو، بخشی از ویدیو، قسمت اولش البته خیلی کاملا به نقش مخرب روحانیت در اون موقع بیشتر میپردازه و این ویدیویی که اولین کنگره سکولار دموکرات ها ساخته شد، برای اون کنگره ساخته شد و بسیار ویدیوی زیباییه. بسیار بسیار. ارتباط با زنان در اون زمان گفتید که زنان چه کار، ما قبلش راجع به این مسئله صحبت کردیم. نه، در همین برهه که اینجا اشاره میکنه، در همین برهه استبداد صغیر در همین دو سال بین 1907 تا 1909 که اینها باز به مشروطیت در حقیقت عقیم میشه توسط محمد علی شاه برای دو سال و استبداد برمیگرده که بهش میگن استبداد صغیر و بعد به کمک و حمایت و چالشگری های انجمن تبریز و ایل برجه توضیح میده در حقیقت اتحاد بختیاری ها، ایل بختیاری و سه کانون دیگر تهران فتح میشه و دوباره به بازیافت مشروطیت میرسن. ولی در این دوره ما در تاریخ میبینیم که همرزم مردان یعنی همپا با مردان، زنان لباس مردانه میپوشن، لباس سربازی مردانه میپوشن و مثلا در تبریز 20 جسد رو پیدا میکنن و بعد کشف میکنن که این اجساد زنان هستش. یا همجور که اشاره کردم خاطری از ستارخان هستش که یکی از سربازان برجسته و شجاع رو که میبینه زخمی شده ولی امتناع میکنه از رسیدگی به زخمش، میره در گوشش میره بهش میگه که تو یه سرباز برجسته ای هستی ولی چرا اجازه نمیده که مداوات بکنن، در گوش ستارخان میگه به خاطر اینکه من زنم. یعنی یا اینکه مثلا مبارزات مسلحانه زنان رفتن به بازار و در حقیقت خواستن از کسبه توی بازار که ببندن به عنوان اعتراض
در حقیقت مغازه ها رو ببندن یا بایکوت بکنن اجناس خارجی رو. انجمن های مخفی زنان نقش بسیار بارزی در خروج مثلا نیروهای خارجی داشتن، این مسائل رو توضیح بدید. بله، و ایران در واقع زنها از زمان از دوران ناصرالدین شاه از تو حتی از توی حرمسرا، من همیشه میگم زنان بهترین و مهمترین حاملین فرهنگ بودن و به خصوص فرهنگ ایرانی. یعنی زنها از توی حرمسراها در خونه های بسته چیزهایی رو راجبه، چون من اعتقادم بر اینه که فرهنگ ایرانی فرهنگ که بر پایه خردمداری و انسانمداری گذاشته شده و درش کمترین تبعیض وجود داره، از این در زمان ناصرالدین شاه زنها شروع کردن، به خصوص که با درست تحولاتی که در خارج میشد، در خارج از ایران و خبرهایی که میرسی، زنها کارهایی که میکردن، زنهایی که زنهان درباری که میرفتن و برمیگشتن، اینها شروع کردن به تلاش مخفیانه، آموزش دیدن، نوشتن. مثلا بیبی خانم استرابادی یکی از زیبا جالبترین زنان اون دوره بود که مردها رو به تمسخر میگیره و ما از اون دوره میبینیم. اما در دوران به خصوص بخش دوم، دوران دوم مشروطیت، زنان منو در واقع یاد سوسیالیست ها میندازه که میگفتن که اول ما به فکر این باشیم که سوسیالیسم رو بیاریم در وقتی که در شوروی بود و بعد به مسئله برابری زن برسیم، که بعد گفتن که، یعنی من یادم میاد ما رسیدیم به این مسئله حتی زنان ایران که در انگلیس انجمنی داشتیم که نه، این هر چی ما به هر چی میتونیم بخوایم برسیم، ولی در کنارش باید به مسئله برابری زن فکر کنیم، چون اگر بیایم خودمون رو فدا بکنیم برای یه چیز دیگه اون وقت عقب میمونیم. متاسفانه یا به هر دلیلی در اون دوره هم زنها شروع کردن، زنهایی که فعال بودن فکر کردن که الان مهمترین مسئله، مسئله ایرانه، مسئله اینه که بتونن این مشروطه رو ثبت کنن. حتی به زنان انگلیس متوسل میشن، میگن برید از مرداتون بخواین در کنگره و این چیزها که بیان از مشروطیت حمایت بکنن. از زنهای پیشرو، برای اینکه اینا میخواستن کاری بکنن، میدونستن، درست مثل زنهای آمریکایی هم همین کاری کردن که میگفتن ما اگر مجلس داشته باشیم، قانون داشته باشیم، میتونیم از قانونی به برابری برسیم. خب این همین در حقیقت بحثی رو که در رابطه با زنان میکنین، یه بحث واحد بین تمام در حقیقت مبارزین مشروط خواه بود که همجور که اشاره کردم به خاطر بحران سیاسی اقتصادی و به خاطر یک پارچه نگه داشتن در حقیقت قدرت و استقلال مملکت، اینها معتقد بودن که ما ابتدا باید مادر رو پاش بیسته تا بتونه بچهش رو بغل کنه. اینا معتقد بودن که میبایستی در این زمینه، برای همین ما اشاره کردیم که رضا شاه کسی بود که آمد و این سر هم شکست هایی که اون تعهدنامه یا قرارداد ترکمنچای و گلستان و اینا سبب شد، اصلا مردم دیوانه شده بودن. 14 کشور، 14 شهر قفقاز رو ما یه شبه از دست میدیم. یعنی اینقدر ما از نظر سیاسی اقتصادی یک حکومت بسیار متزلزل و بی‌ثباتی بودیم. پس بنابراین به نظر عادی میاد یا منطقی میاد که در اون زمان خواستگاه ثبات باشه و استقلال و پایداری و استحکام. و زنها همین کار کردن و زنها در واقع میگفتن، به همین دلیل بود که اینا شروع کردن میگفتن ما اول آزادی و استقلالمونو به دست بیاریم، استقلال مملکتمونو به دست بیاریم،
بعد بریم دنبالش. و اجازه به بدید که ما این فیلم بله بفرمایید تموم به همین دلیل هم شد که بلافاصله بعد از این که رضا شاه میاد و زنها قدرت اونو میبینن، مثلا خانم صدیقه دولت آبادی وقتی از کنگره زنان اروپایی برمیگرده اولین خواست و میره سراغ رضا شاه و بهش التماس میکنه که حالا که این قدرت رو داری بیا کشف حجاب و بردن ما رو به دانشگاه و اجتماع فراهم کن. یعنی بعد این مرحله رو در واقع حساب شده انجام دادن، اگر چه زنهای کمی بودن، ولی به نظر من حتی از زنهای اکنون به نسبت جمعیت و عقب ماندگی خیلی زنان پشت کاردار و با قدرتی بودن. با شما موافقم. اجازه بدین یه فیلم کوتاه در همین زمینه به تماشا بنشینیم برمیگردیم. مهمترین خواستهای اکثر زنان تجددخواه در دوره‌ای که به دوران انقلاب مشروطه معروف است، بیشتر به آگاهی دادن و آموزش زنان در زمینه‌های شخصی و اجتماعی مربوط می‌شد که از آگاه کردن آنان به مسائل شخصی خود، چون بهداشت، تربیت فرزندان به مصابه نسل فردای جامعه و رفتار با شوهر و فرزندان، تا آموزش مهارت‌های عملی برای دستیابی به اشتغال و نیز آگاه کردن آنان به دست و پاگیری حجاب و غیره را در بر می‌گرفت. این خواست‌ها از طریق انجمن‌ها و مقالات روزنامه‌ها که بیشتر به دست زنان نوشته می‌شد در جامعه مطرح بود. اما بخش دیگری از زنان که رادیکال تر بودند و به عقاید کمونیستی نزدیکتر، خواستار دستیابی به حقوق سیاسی نیز بودند که حق رأی، حضور در مجلس قانونگذاری و داشتن تشکل‌های سیاسی از مهمترین آنها بود. روشنک نوردوست یکی از این زنان بود که جمعیت پیک سعادت نسوان را در رشت تأسیس کرد و نشریه‌ای نیز به همین نام برای زنان منتشر کرد. با این حال پس از پیروزی انقلاب مشروطه و به رغم مشارکت مهم زنان در پیروزی این انقلاب، قانون اساسی و مجلس مشروطه سهم زنان را در این قلمرو نپرداخت. نمایندگان مرد و نویسندگان قانون زنان را همتراز با کودکان صغیر، دیوانگان و مجرمان از حق رأی و انتخاب شدن و ورود به قلمرو سیاسی و حقوقی کشور محروم کردند. تشکیل مدارس دخترانه، مبارزه با حجاب، تأسیس روزنامه‌ها و انجمن‌های زنان در دوران انقلاب مشروطیت به سرعت پا گرفت و وسعت یافت. در این میان مهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطه‌خواهی برای زنان اما چه بود؟ بیداری زنان ایرانی یا نخستین نسل فمینیست‌های ایران و آگاهی‌های جنسیتی آنان به حقوقشان در انقلاب مشروطه چگونه به وجود آمد؟ آیا به صورت جنبشی آگاهانه و خاص زنان بود یا پا به پای رشد و تعمیق جنبش مشروطه‌خواهی و افزایش مشارکت زنان به دست آمد؟ خب پاسخ شما چه بود به این سال آخر؟ بله، من هر دو رو میبینم. در واقع طبیعیه که هر دو رو فکر کنن در این مورد، ولی این گروهه که سوسیالیستا در واقع اینها کاملا جدا بودن و بیشتر در زمان رضا شاه هم فعالیت داشتن، یعنی ادامه پیدا کرد تا اون موقع فعالیتشون. اما اون چی که مسلمه، من فکر میکنم یکی از مهمترین کارهایی که انقلاب مشروطه کرد همین بود که بتونه یک حرکتی به مردم بده، یه حرکتی به فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران بده که قرنهای قرن شبیه نبوده، شبیه با هیچی نبوده. و ما در واقع در این دوره است که میبینیم مسئله دانش به معنای اون چیزی که جهانی باشه. حالا ممکنه بگین که شما باز خندیدید اون موقع گفتید ما اصلا شبیه نبودیم نسبت به اروپایی ها. نه نگفتم اصلا، من به طور کلی جنرالایزیشن نمی کنم، نگفتم اصلا، ولی کلیگویی رو از هر دو سو در حقیقت من معدود می بینم. در زمان مثلا ما در دوران پهلوی دوم محمد رضا شاه قوانینی رو که راجع به زن داشتیم از دادگاه حمایت خانواده گرفته تا قوانین دیگه ای، ما و بعد مصر بالاترین
نزدیکترین به اروپا بودیم، یعنی جز دو سه مورد که یکیش مثلا بدون اجازه شوهر رفتن به خارج و غیره، تمام قوانین ما شبیه دستاوردهایی بود که در اروپا بوده. بازم من با اجازتون ببینید، مهمترین المنتی که شما اشاره کردید در دوران رضا شاه در حقیقت نبود حق رأی بود، مسئله قوانین خانواده بود که تبعیض آمیزه، حسب زن در شرکت رأی تبعیض آمیزه. اشاره شد در همین فیلم که زنان در رده در حقیقت مجرمین و دیوانگان در حقیقت از شرکت در انقلاب مشروطیت. نه شما در به قانون دارید میگید، قانون اساسی. شما گفتید گفتید مسئله قوانینی که نسبت به زنان بود، قوانین دوره محمد رضا شاه ما اولا حق رأی داشتیم. نه محمد رضا شاه که بعد از انقلاب در حقیقت سپید اون حق رأی داده میشه. شما فکر کنم در رابطه با شما اگر میخواین توی تاریخ محمد رضا شاه صحبت کنیم، بحث بر محمد رضا شاه. نه من اصلا باز هم در محمد رضا شاه ما، نه من مشکلم در رابطه با این نظر مقایسه با قوانین در حقیقت اروپایی در رابطه با این هستش. البته زنان هم در اروپا تا سالهای 60 حق رأی نداشتن، منتها مسئله خانواده، مسئله تعدد زوجات قبل از تغییرات حمایت خانواده در ایران خب یه مسئله بسیار عمده‌ای بوده. مسئله طلاق، مسئله ارث، مسئله قوانین خانواده، تمام اینها تبعیض آمیز بود و تغییرات زیادی نکرد. مثلا من همیشه فکر میکنم که من اگر مثلا در دوران 10-20 سال جلوتر از زمان پهلوی دوم زندگی میکردم، بچه هامو نمیتونستم داشته باشم. شکی نیست، من اصلا به دوران پهلوی در به خصوص به ویژه من با همه چیزش مخالف، یعنی فکر نکنیم من جزو موافقین بودم. نه فرق نمی کنه، ما حق ابراز عقیده داریم علی رغم این که مردم بخوان قضاوت بکنن، ما حق ابراز عقیده داریم و مهمترین کاری که ما میتونیم بکنیم ابجکتیو بودن هستش، یعنی مسائل رو در کانتینیوم دیدن هست، نکات مثبت رو گفتن و منفی رو گفتن هستش. خیلی کار درستی میکنید اتفاقا. یعنی من در واقع فکر میکنم که یکی از بزرگترین سدهایی که برداشته شد بعد از انقلاب مشروطیت این کوتاه کردن دست روحانیت بود از دخالت در امور سیاسی، دخالت از امور مملکتی. اینا حتی در دوران تا زمان انقلاب هم باز این مشکل، این خوشبختانه این وضعیت بود، ولی در این حالی که احترامشون داشت و کسی باشون کاری نداشت، ولی میبینین که الان این مسئله چقدر مهمه. حالا علی رغم این نظری که شما میدید، بسیاری از تاریخ نویسان معتقد هستند که یکی از پیامدهای منفی مشروطیت در حقیقت دخالت دادن روحانیون و در حقیقت اونها رو در امر حکومتداری است و در امور سیاسی است، به ویژه همجور که اشاره کردم تجدد طلبان به خاطر این که قدرت سنتی در دست روحانیون بود به اونها میپیوندن، بسیاری از مفاهیم در حقیقت تجدد خواهی اونها رو در دل مفاهیم فقهی و در حقیقت شرعی پیدا میکنن، اونها رو متقاعد میکنن که بهشون بپیوندن در تقابل با درست همین کاری رو که ما میبینیم که در انقلاب اسلامی به وجود آمد. و خیلی ها معتقد هستند که یکی از اشتباهات بزرگ مبارزین مشروط خواه که دنبال آزادی و دموکراسی بودن، گره خوردن با قدرت روحانیت بود و حتی یک تاریخ جعلی از در حقیقت مشروط خواهی اسلامی ارائه دادنه. این بحث هم البته نظریه بعضی از تاریخ. با این رو این مسئله از اول آمدم، یعنی نقش روحانیت رو در انقلاب مشروطیت مخرب دیدم، نقش مثبت ندیدم. و اونجاهایی هم که نقش مثبتی میخواستن ایفا کنن، اولا توسل مردم به اونها از ناچاری بوده، یعنی چاره ای نداشتن. یعنی معتقد نیستید از رو اعتقاد بوده؟ نه
معتقد نیستید که آیا شما همه مردم ایران رو یک دست و یک پارچه معتقد نیستید که جامعه ایران یک جامعه چند در حقیقت چندگانه و چند دسته و چند یعنی هنوز هم عده‌ای هستن، هنوز هم میلیون ها آدم هستن که این اشتباه رو میکنن که روحانیت میتونن به روحانیت برای زندگیشون، برای خوشبختیشون، برای پناه ببرن. نه من سوالم اینجا هست، من سوالم چون وقت کمه دارم یه مقدار تدخل چیز میکنم، من سوالم اینجا هستش که بحث امروز این هستش که جامعه ایران یک جامعه مذهبی است و این بحث بسیار بحث مهمی است که ما باید در موردش بیشتر نقد بکنیم، چند نفر باشیم بحث کنیم. آیا فکر میکنید اجازه بدید نیست. اجازه بدید، حکومت ایران مذهبیه جام؟ بخشی از جامعه ایران هم مذهبیان، ولی حکومت ایران، شما وقتی کلیت رو میگین جامعه ایران مذهبیه، یعنی من و شما مذهبی هستیم. ببینید اکثریت جامعه ایران رو وقتی که از نظر جامعه شناسی نگاه میکنیم، بحث بر امروز حتی بحث بر سر این هستش که اکثریت جامعه ایران جامعه است در مذهبگرا، مذهبی است با اعتقادات عمیق مذهبی. و اجازه بدید ببینید آخرین آماری که گرفتن، اگر بار دیگه ما صحبت کنیم حتما اون رو خواهم آورد، آخرین آماری که بیرون از ایران هم گرفته شده برای ایران رو، مردم ایران رو یکی از غیر مذهبی ترین مردم خاورمیانه تشخیص دادن. بله خب این خیلی مهمه که این آمار رو ما پخش بکنیم، ببینید میتونه این بازتاب در حقیقت فشارهای یعنی حکومتی جمهوری، خصوص الان با این زخمی که بر جانشون نشسته حکومت مذهبی. اینها اگرم اعتقاداتی دارن میگن خب تو هر کسی میخواد میره در شما ببینید بیشتر. آخر میزدگی این آمار از کدوم منبعه که شما اشاره میکنید؟ آمارهایی که در ارتباط، من براتون حتما اینو میفرستم. یه سری آمار گرفتن که کشور مذهبی ترین کشورها چه کشورهایی هستن، خوشحال ترین کشورها چه، این آمار و به انگلیسی هم هست ولی بسیار آمار جالبیه که نشون میده ایران با اینکه حکومت مذهبی داره، مردمش در خاورمیانه از همه کمتر مذهبی هست. منبع رو من دوست دارم. ما مردمی بودیم که حتی قبل از جمهوری اسلامی که این همه بی اعتقادی به وجود نیامده بود به خاطر اعمال اینها، مردمی بودن که میرفتن عرقشون رو میخوردن، لب و دهنشون رو میشستن، میرفتن نمیدونم نمازشون رو میخوندن. یعنی یک نوع، در حالی که شما این رو با کشورهای عربی خیلی خوب آشنا هستین، شما تو کشور عربی نمیبینین این چیزا رو. تو کشور ما هنوز شما ببینید زنهایی بود که موهاشون بیرون بود و لباس نمیدونم لخت میپوشیدن، با مایوم رفتن کنار دریا و هم سفره حضرت عباسشون رو مینداختن. ببینید مسئله اینا رو کاملا درست میگید. مثلا من توی سفری که برای تحقیق امور زنان خاورمیانه رفتم به کشورهای عربی، این تفاوت رو دیدم که فرضاً در کشورهای عربی اعتقادات مذهبی یک پارچه و یک دستی دارن. مثلا در ایران ما اون اعتقادات یک دست رو نداریم، همونجوری که شما مثال زدید. اونها یک دست این اعتقادات رو دارن. اما بحث بر سر این هستش که دخالت روحانیون در تمام امور سیاسی، تمام جنبش‌ها و انقلاب، شما از جنبش تنباکو بگیرید، از جنبش مشروطیت بگیرید، از نهضت ملی نفت بگیرید، از کودتای نمیدونم 28 مرداد بگیرید، از انقلاب 57 بگیرید، پیوند مردم با این روحانیت رو میبینید و حتی پیوند روشنفکران رو، به خاطر اینکه در ذهن فهم میکنن که از نیروی روشنفکرانی هستن که اون اعتقادات رو به قول شما شاید نداشته باشن، ولی فکر میکنن که از نیروی نفوذی روحانیت در دل جامعه میتونن استفاده ابزاری بکنن و در هر موردی شکست خوردن. اینا خیانت کردن تا این لحظه هم به مردم، برای اینکه میدونستن که نقش روحانیت به عنوان سیاسی، من آدمی نیستم که به هر نوع مذهبی رو که فکر کنید من به باورمندانش احترام میذارم، برای اینکه اونها به یه چیزی باور دارن، میتونن به گاو باور داشته باشن همطور که در هند هست، میتونن به بودا اعتقاد داشته باشن، به هر کسی،
من به باورمندی کاری به اون ندارم، ولی آدم مذهبی نیستم، اما هیچ وقتم اهانتی به هیچ مذهبی نکردم. ولی اون چیزی که مسلمه مذهب نشون داده، نه تنها در کشور ما، در هر کجایی که خواسته نقش اجتماعی بگیره غیر از نقش مذهبی، یعنی غیر از اینکه به اصول دین مردم بپردازه، خواسته بیاد در آموزش شرکت کنه، خراب کرده. آمده در دانشمندترین روحانیت و روحانیت اروپا در کلیساها داشتن، کتابخونه هایی که در کلیساها بوده اون موقع کاتولیکا مظهر علم و دانش بوده، ولی درست وقتی که اونها در هر چی که پیشتر می رفتن فشار بر علم بیشتر می شده، توقف علم بوده، سیاست رو خراب میکردن. یعنی به نظر من اگر روشن فکری، شما گفتیم بعضی از روشن فکرها، روشن فکر بخواد مردم رو اینگونه فریب بده که بیاد پای روحانیت رو وسط بکشه و مردم رو گرفتار این فاجعه ای بکنه که ما الان 39 سال گرفتارش هستیم، به نظر من نه اون روشن فکر نیست و هم خیانت داره به اون مردم. خب این در حقیقت حالا دوستان میتونن به مبانی تاریخی مراجعه بکنن، وقت تموم شده، مراجعه بکنن و بیشتر مطالعه بکنن. مسئله بسیار جالبی هستش، ولی در حقیقت اون داده هایی رو که من به دست آوردم و مطالعاتی که من کردم در این زمینه، این در دو انقلاب تاثیرگذار تاریخ ایران، انقلاب مشروطه و 57، تجددخواها یا روشنفکران میپیوندن به روحانیون که از قدرت نفوذی اونها برای پیشبرد اهدافشون بهره برداری بکنن. و اینجا دوباره توضیح بدم، در ابتدا با خانم میرزادگی صحبت از نقش روحانیون در مشروطیت بود. روحانیون دیدگاه یک دست و یک پارچه‌ای در اون زمان نداشتن، به خاطر اینکه بین روحانیون شیعه باز اختلافاتی هستش. بخشی معتقد به حکومت مهدی غائب هستند و اونها حکومت داری رو حرام میدانند. به هر حال عده‌ای از روحانیون، همجور که نام بردم، شیخ خراسانی، تهرانی، در حقیقت لاهیجی، بهبهانی، بسیاری از این روحانیون به طرفداری از جنبش مشروطه و تقابل با قدرت مطلقه سلطنت میستند که حکومت رو در حقیقت مشروطه بکنن، قانونی وجود داشته باشه، مجلسی وجود داشته باشه، خودشون هم حضور داشته باشه، 5 تا آخوند بتونه به تو بده. ولی بخش دیگری در حقیقت خواهان گرفتن حکومت از دست شاهان و دقیق حکمران بودن. اینها میخواستن حکومت اسلامی بشه، مشروعه بشه، مثل شیخ فضل الله نوری که سرشان به دار میره. اما آنچه آنها میطلبیدن در اون زمان در 57 به وقوع پیوست و بازم به خاطر اشتباه فاحش روشنفکران در دعوت روحانیون و پیوند با اونها برای پیشبرد اهداف سیاسیشون. 28 ثانیه فرصت داریم خانم میرزادگی، پیام آخر. من پیامی ندارم، حرفامونو که زدیم و به هر حال دیگه نه، این بحث ادامه داره، این بحث من دوست دارم ادامه بدیم، به خاطر که شما یه مقایسه کردید بین تحولات دوران مشروطه و رنسانس. این بحثی که میبایستی ما به صورت در حقیقت عمیقی نگاه بکنیم، جنبه های مختلفش باز بکنیم. به هر حال من معتقدم که نقش بزرگی داشته در سرنوشت سرزمین ما مشروطیت و امیدوار هستم که ادامه راه مشروطیت، اون بخشی که مسئله فرهنگیه و توجه به بازگشت به ایران باستان، و نه برای اینکه برگردیم به اونجا، برای اینکه نکات درستش رو بگیریم و جهان فردامون رو با فرهنگ ایرانی و خرد که خرد مدارانه هست بسازیم. با خردگرایی با شما موافقم، به هر حال نقش تاثیرگذاری داشته و بیشتر میبایستی به مسائل فرهنگی و تمدنیش بپردازیم که مخفور مانده در مباحث در حقیقت معمول. شما دوستان عزیز رو از توجه به این برنامه
سپاسگزاری میکنم ازتون. تا هفته آینده همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. از خانم میرزادگی عزیز که همیشه همراه ما هستن سپاسگزارم. مرسی. مرسی. خوبی میشم.